سلام خدمت همه شما بچه های عزیز، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. نریمان تو منو دیس میکنی، نریمان تو، نریمان منو دیس میکنی، نریمان تو قبر خودتو کندی، نریمان اومای و موشین دیرو، نریمان امیدوارم که البته درست گفته باشم. خب میدونم که دل همتون تنگ شده بود برای روزه های همیشه یه من و امروزم در خدمتون هستم و افتخاری ندارم در خدمتتون باشم با پارت آخر ویدئوی متا چیه. طبق قول قبلی محوریت این ویدئو در مورد کلن قرار ریاکشن سوئر و المنت انما باشه و البته بیلد کلی کاراکترها، اینکه کاراکتر رو چجوری بیلد کنیم و اینکه چیکار کنیم دمیج کاراکتر ما افزایش پیدا کنه و زیاد تو ابیس زدجه نزنیم. خب بدون اتلاف وقت بریم سراغ پارت سوم ویدئوی متا چی. خب همونطور که همتون میدونی ریاکشن سوئل در واقع مربوط میشه به المنت انما. این المنت خیلی قدرتمند و پرکاربرده. علاوه بر فان بودن، این آرتیفکت ستی که دارید الان میبینید، یعنی ست ویلیدسن ورنرر، باعث میشه که قابلیت های ساپورت خیلی زیادی هم به این المنت اضافه بشه. علاوه بر اون سی سی یا همون مکش انمی ها و جمع کردنشون باعث میشه که شما تجربه بهتری رو داشته باشید و اون حس ساتیسفاینگ به شما بده از کامبت. حالا خب با این ریاکشن خب بریم که یه خورده بیشتر آشنا بشیم و ببینیم اصلا این ریاکشن چطوری کار میکنه و این ریاکشن اصلا چی هست. اگر فرضاً شما یکی از چهار المنت پایرو، هایدرو، کرایو و الکترو رو روی انمی اپلای شده داشته باشید و دمیج انمو به دشمن بزنید، ریاکشن سوئل اتفاق خواهد افتاد. در پی این اتفاق المنت سوئل شده در یک محدوده خاصی پخش میشه که قابلیت اپلای مجدد و ریاکشن مجدد رو هم داره. یعنی اگه دو تا انمی داشته باشی که روی یکیشون پایرو باشه و روی اون یکی هایدرو باشه و پایرو رو شما سوئل بکنید، پایرو سوئل شده با هایدرو اون یکی المنت واکنش میده و ویپورایز میزنه که بر اساس فرمول عادی ویپورایز که در ویدئوی قبلی گفتیم دمیجش محاسبه میشه. اگه خواستی بدونید دمیجش حالا به طور دقیق چطوری محاسبه میشه و اینکه اصلا ریاکشن های دیگه چطوری کار میکنن، حتما ویدئوهای قبلی پارت 2 و پارت 1 متاچیا رو حتما ببینید که اطلاعات خیلی دقیق تر و اطلاعات خیلی بهتری اونجا نصیبتون میشه. خب حالا ببینیم این ریاکشن دوست داشتنی و این ریاکشن خیلی پرکاربرد و قدرتمند چجوری کار میکنه و اصلا چجوری محاسبه میشه دمیجش. ببینید دمیج سوئل به صورت کلی جزء زیرشاخه‌های دمیج ترانسفورماتیو محسوب میشه و خب دمیج های ترانسفورماتیو کلا یه فرمول خیلی مشخص برای محاسبه دمیج دارن. دمیج سوئل اینطوریه که ضریب ریاکشن ضرب در ضریب لول کاراکتر ضرب در 1 به اضافه بونس مستری به عنوان درصدی به اضافه بونس ریاکشن و بونس مستری هم اینطوری حساب میشه که 16 ضرب در ایم تقسیم بر ایم به اضافه 2000 ضرب در 100 درصد. البته ریاکشن و ضریب ریاکشن سوئل در این فرمول 6 دهمه که اینو نباید یادتون بره. خب حالا اگه یادتون باشه گفتیم که ریاکشن سوئل قابلیت اپلای خودش رو دوباره داره، یعنی قابلیت اپلای مجدد به ریاکشن مجدد رو داره. این یعنی المنت سوئل شده خودش ماهیت آمادگی برای ریاکشن رو داره و برای سوئل شما حتما باید تمام ریاکشن های ویدئوی پارت 2 رو ببینید و اونا رو بشناسید و بدونید که حالا جزء دسته ریاکشن های امپلیفایینگ هستن یا جزء دسته ریاکشن های ترانسفورماتیو تا بتونید محاسبه دمیجش رو حالا یاد بگیرید و بتونید محاسبه دمیجش رو انجام بدید. به صورت کلی یادتون نره که برای اینکه شما بتونید دمیج سوئل و دمیج ریاکشن های حاصل از سوئل رو بتونید محاسبه بکنید، باید تمام ریاکشن های بازی رو بلد باشید و بهشون تسلط کامل داشته باشید. یعنی خود المنت انمو یه المنتیه که خب همه فن حریفه، با اکثر المنت های مهم بازی ریاکشن داره و شما اگه بخواید دمیج رو حساب بکنید باید تمام ریاکشن های مربوط به اون المنت ها و المنت های قابل سوئل شدن رو بلد باشید و یاد بگیرید به صورت کلی. که حالا ویدیوشو باز این لینکش اینجا هست، میتونید از این لینک برید تو پارت 2 و پارت 1 و تمام حالا اون چیزای مربوط به
ریاکشن های دیگر رو اونجا ببینید و یاد بگیرید. خب حالا در مورد ماهیت کلی سوئل و اینکه دمیج چجوری محاسبه میشه یه چیزایی رو یاد گرفتیم، اما بیایم یکم قوانین حاکم بر سوئل رو هم یاد بگیریم. ببینید دمیج حاصل از سوئل دیفنس انمی رو ایگنور میکنه. این قابلیتیه که ریاکشن های ترانسفورماتیو دارن از جمله سوئل، و خب جلو انمی هایی که دف خیلی بالایی دارن خیلی کارساز و خیلی خوبه. مثلا یه سری انمی هست ووپر فلاور، حالا شاید خیلی هم مثل من از اونو خوششون نیاد چون واقعا انمی خیلی افتضاحی هن و خیلی 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 آدمو ناراحت میکنن چون دیفنس خیلی بالایی دارن و دمیج خیلی کم میخورن وقتی شما میزنیدشون. شما با دمیج های ترانسفورماتیو میتونید با ایگنور کردن دیفنس اونا خیلی راحت اونا رو بکشید. یعنی شما اگر ریاکشن هایپر بلوم رو اونا بزنید بره بخوره بهش، میبینید که یه دو سومش پیش میپره و حالا شما میبینید هی زجه بزنید و پا بزنید، بس رایدن بزنید، مثلا اسلش رایدنتون تو حالت عادی 400 کنج بوم میتره که دمیج بزنه، ولی وقتی به ووپر فلاور میرسید 80 کی کلا دمیج میزنید و این خیلی ناراحت کننده است. خب دفنس انمی رو ایگنور میکنه، دمیج حاصل از سوئل نمیتونه کریت بکنه این دمیج. هر انمی به خاطر قانون محدودیت فقط میتونه هر نیم ثانیه یک بار دو بار دمیج سوئل بخوره. یعنی شما هر نیم ثانیه یک بار نمیتونید بیشتر از دو واحد دمیج سوئل به یک انمی بزنید، حتما باید این تایمرش رد بشه. ریاکشن سوئل هر یک دهم ثانیه یک بار قابلیت تکرار پذیری داره. یعنی شما فرضاً اگه ریاکشن سوئل رو روی یه انمی زدید یک دهم ثانیه باید صبر بکنید تا دوباره بتونید روی همون انمی سوئل بزنید. البته یک دهم ثانیه تایمر زیادی نیست، پس خودتون خیلی درگیرش نکنید. و المنت اپلای شده روی کاراکتر به المنت اپلای شده روی انمی توی اینفیوژن و توی سوئل ارجحیت داره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه المنت روی خود کاراکتر شما باشه و یه المنت دیگه روی حریف باشه و روی انمی باشه، اون المنتی که روی کاراکتر شماست ارجحیت اینفیوز و ارجحیت سوئل داره نسبت به اون المنتی که روی انمیه. فرضاً اگه روی شما پایرو باشه و روی انمی هایدرو باشه، اینفیوژن انمو و سوئل انموی که اینجا اتفاق میفته، پایروی که روی شماست به هایدرو که روی انمی ارجحیت داره و خب از این قانون خیلی جاها میتونید سوء استفاده بکنید و خیلی جاها میتونید از این قانون استفاده بکنید به نفع خودتون. حالا اینکه کجاها میشه استفاده کرد، میتونید توی کامپ های دابل سوئل ازش استفاده کنید، میتونید توی اینفیوژن های برس سوکروس و اینفیوژن های برس کازو های این قانون استفاده بکنید و ازش سوء استفاده بکنید، برای اینکه خیلی راحت تر بتونید اون اینفیوزی که شما نیاز دارید به مد نظرتون رو به دست بیارید. اما خب مثل بقیه ریاکشن ها، سوئل هم خاصیت اسیدی و خورندگی المنت داخل ریاکشن رو داره. این خاصیت اسیدی و خورندگی یعنی چی؟ اگه یادتون باشه توی ویدئوی پارت 2 و ویدئوی پارت 1 یه فرمولی رو بهتون گفتم، گفتم که EA منهای ضریب R ضرب در EAT که EA همون المنت و GU اپلای شده المنت روی انمیه، R ضریب ریاکشن و EAT هم GU اون المنتیه که قراره ریاکشن رو تریگر بکنه. ببینید به صورت کلی اگه فرضاً پایرو روی انمی باشه و شما سوئل بکنید، یک مقدار از جیوه پایرو به واسطه اون ریاکشنی که انمو با پایرو زده و سوئل شده کم خواهد شد و ضریبش هم نیم هستش. حالا اینکه چجوری حساب میشه و چجوری قراره اتفاق بیفته و چی میشه رو تو ویدیوهای پارت قبلی حتما میتونید ببینید، اونجا به صورت کامل توضیح دادم براتون که چی میشه. اما رسیدیم به مهمترین بخش المنت انمو، یعنی دابل سوئل و وکیوم. اصطلاح دابل سوئل اصلا یعنی چی؟ ببینید این ریاکشن به خاطر وجود آرتفکتی به اسم ویدیسن ورنرر یا همون ویوی خیلی محبوبه و خیلی ساتیسفاینگ برای استفاده و تو خیلی از پارتی ها شما میتونید استفاده بکنید، چون این آرتیفک المنت سوئل شده روی انمی رو 40% مقاومتش رو کم میکنه.
یعنی اگر شما روی انمی با این ست پایرو سوئل کنید، مقاومت انمی نسبت به اون دمیج 40% کاهش پیدا میکنه. خب این 40% کاهش یعنی دمیج شما خیلی خیلی قرار افزایش پیدا بکنه و دمیج بیشتر، رضایت و لبخند بهتر و بیشتر. خب حالا یه چیز دیگه، حالا کلن یه بحث دیگه، فرضاً اگه کلن این رو در نظر بگیم که تیم ما از دو تا المنت تشکیل شده باشه، مثلا هایدرو و پایرو، من میتونم کاری کنم که همزمان مقاومت انمی نسبت به هر دو المنت کم بشه؟ خب آره میتونید. دقیقاً به همین امر و به همین پروسه و روند میگن دابل سوئل. خب چند تا هم راه داره. یک، اینکه اگه کازوها دارید یا حالا سوکروس دارید، حالا کازوها خیلی راحت تره، یکی از المنت ها رو روی خودتون اپلای بکنید و اون یکی رو روی انمی اپلای بکنید و حالا اسکیل یا برس بزنید. اینطوری سوئل هر دو المنت رو همزمان دارید. خب یا میتونید یکی رو روی یه انمی بندازید، اگه فرضاً انمی دو تا یا سه تا یا حالا هر چند تا میخواد باشه، یکی از المنت ها رو روی یکی از انمی ها بندازید و اون یکی رو روی یکی دیگه. و خب حالا اگه با سوکروس یا کازوها یا ونتی حالا اینجا اسکیل بزنید، دو تا المنت همزمان با هم سوئل میخورن و شما میتونید دو تا المنت رو همزمان مقاومت انمی رو نسبت بهشون کم بکنید. یکی دیگه از راه‌های استفاده از دابل سوئل و یکی از تریک‌هایی که شما میتونید استفاده بکنید، استفاده از المنت اپلای های واسطه غیر مستقیمه، مثل گوبا. خب شاید بگید که حالا گوبا مثلا چیه، مگه چیکار میکنه؟ ببینید گوبا یه ویژگی خیلی خاصی که داره اینه که وقتی گوبا میخواد اتک بده، یعنی اون لحظه‌ای که قصد اتک دادن رو داره و هنوز اتکشون نداده، یه علامت تعجب میاد بالا سرش، گوبا یه آورای پایرو به خودش میگیره و یه واسطه غیر مستقیم برای اپلای المنت پایرو میشه. یعنی اگه تو اون لحظه شما تایمینگتون رو دقیق بکنید و اسکیل کازوها یا اسکیل سوکروس رو همون لحظه استفاده بکنید، پایرو روی انمی سوئل میشه و پایرو روی انمی میفته به صورت کلی. حالا چیزای دیگه هم هستن که این ویژگی رو دارن، مثل موانع، یه سری طبیعی، اون کریستالایی که شما میتونید توی وایلدز کلن توی دونه بیرونه گرشین پیدا بکنید. خیلی چیزای دیگه هستن ولی معروف ترینشون کسی نیست جز گاد آف ستو یا همون خدای اجاغاز یا همون گوبای سشنه خودمون که همیشه انگار کور و گیجه اونجایی رو که ما میخوایم همیشه نمیزنه و کلن ما رو ایگنور میکنه و قهر میکنه. هم همون گوبا داریم، میدونیم چه جوری دیگه، نمیخوام من توضیح بدم از اینجور صحبتش. اما میرسیم به بخش وکیوم و سیسی. اگه کاراکتر شما انمو باشه و بتونه انمی رو مثل جارو برق اینجوری به سمت خودش بکشه، بهش میگن سیسی یا وکیوم، که حتی برخی آیتم ها هم قدرت وکیوم شدن دارن. مثلا وقتی شما انمی رو بکشید، اون درابایی که حالا به خاطرش انمی رو کشتید و ظالمانه به قتل رسوندیدش، 600 میلیون رو یه هیروچیلور بنده خدا که کلن 500 تا دونه اچ پی داره دمیج زدید و یارو رو کتلت کردید و پخش زمین شده دمیج زدید روش، اون آیتم هایی که دراب میشه هم حتی قدرت وکیوم شدن داره و شما میتونید حتی اون آیتم ها هم وکیوم بکنید. حالا خیلی از آیتم ها و خیلی از چیزا داخل گنشین وکیوم میشن و قابلیت سیزی شدن و وکیوم شدن ها دارن که حالا فرمولشون هم اینطوری قرار حساب میشه. قدرت وکیوم برابر است با فاصله از مرکز تقسیم بر محدوده وکیوم ضرب در منفی نیم ضرب در ضریب کاهش نوسان ضرب در 5000 ضرب در قدرت مکش تقسیم بر ماکسیموم 5 و وزن هدف منهای 14 به توان 2. حالا این فرمول خیلی نیاز نیست اصلا اینو یاد بگیرید، اصلا خیلی مهم نیست واقعا اینجا، چون اصلا فکر نکنم به کارتون بیاد، فقط صرفا اون مشاهده عینی و مشاهده چشمی کارتون رو را میندازه، آنچنان هم مهم نیست خیلی. فقط فرمول رو گفتم که حالا صرفا باش آشنایی داشته باشید بدونید اصلا چی کار میکنه و چی. خب بین سیسی ها و بین وکیوم ها قطعا ونتی از همه قوی ترینه، یعنی اون برست ونتی، اون جارو برقش، موتورش خیلی خیلی قوی تره و خب کاراکترهایی مثل کازوها و سوکروس توی رده های پایین تر میان قرار میگیرن از لحاظ وکیوم و از لحاظ مکش.
خب و اینجاست که تقریبا دیگه پرونده المنت انمو رو میبندیم. یه سری حالا نکات دیگه باقی مونده که اونا دیگه واقعا خیلی خیلی ترای هارده و خیلی نکات تخصصی تریه. امیدوارم اونا رو حالا فرصت بشه توی ویدیوهای دیگه به صورت ریز نکته من بهتون بگم، که حالا از این بعد کلا بیشتر در خدمتتون هستیم تو یوتیوب، حالا بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم و بیشتر صدای نحس من رو تحمل میکنید اینجا و بیشتر افتخار اینو دارم که در خدمتتون باشم. حالا پایین کارن، اما میگم یادتون نره عوامل زیادی تو دمیج سوئل و پارتی شما تاثیر داره، که حالا استفاده از نکات بالا و استفاده از نکاتی که قبلا بهتون گفتم باعث میشه که دمیج پارتی شما خیلی بالاتر بره و خب هر چقدر دمیج پارتی شما بالاتر بره شما فشار کمتری میخورید. یه رابطه معکوس دارن با هم دیگه و خب دیگه نمیاید پی وی نریمان رو سوراخ بکنه که نریمان یا پی وی من یا پی وی حالا عرفان حالا یکی کسای دیگر سوراخ بکنید که چرا کنیکتر من درش نمیده، چرا این تا همیسه فلا آلم کنم، چرا بدم فشار بخورم، چرا دارم نه همیشه فلا. نه از این سوش صحبت دیگه بر شما اتفاقا نمیفت. اما میرسیم به بخش شیرین بیلد کاریکتر. اما در مورد بیلد درست کاراکتر، ببینید قدم اول برای بیلد و بالا بردن پتانسیل دمیج تشخیص نقطه سیاه کیت و شناخت کامل کیت و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف اون کاراکتر. اما خب چطوری باید این کارو کرد؟ ببینید هر کاراکتری برای رسیدن به اوج دمیج نیاز به برطرف کردن نقاط ضعف کیتش داره، که به اون نقطه ضعف نقطه سیاه هم میگن در واقع. و برای تشخیص این نقطه سیاهه، اون نقطه سیاهی که هممون داره اذیت میکنه، ما یه سر باید به آقای فرمول دمیج بزنیم ببینیم مثلا چیکار از چیکار میکنه، رفیقمون کجاست. خب این گوله بیش خودمه که اینجا دارید میبینید، در واقع فرمول دمیج که شامل چند بخشه. دمیج کلی برابر است با دمیج پایه به اضافه دمیج بونس فلت ضرب در 1 به اضافه دمیج بونس منهای میزان کاهش دمیج ضرب در ضریب دیفنس ضرب در ضریب مقاومت ضرب در ضریب تقویت، که حالا اگه ضربه شما کریت هم بکنه ضرب در 1 به اضافه کریت دمیج. حالا این دمیج پایه خودش به چند بخش تقسیم میشه. دمیج پایه در واقع به صورت کلی اون موشن ولیو کاراکتر شما، موشن ولیو حالا خودش چیه؟ موشن ولیو همون عددهای درصدیه که شما تو تلنت های کاراکترتون میتونید ببینید، در واقع به اون میگن موشن ولیو. و حالا اگه کاراکتر شما اسکیلینگش هر چی باشه، مکس اچ پی باشه، دف باشه، دیفنس باشه، هر چی که باشه، اون مقدار کلی اون اسکیلینگ ضرب در اون موشن ولیو دمیج پایه شما رو تشکیل میده. قبل اینکه بریم سراغ بقیه بخش‌ها، اینم یادم نره بهتون بگم فرمول دمیج کلن به دو بخش تقسیم میشه، که حالا دمیج پایه، دمیج بونس فلت سمت چپ اصطلاحا هم بهشون میگن، دمیج بونس و حالا چیزای دیگر رو بهش میگن اصطلاحا سمت راست. حالا دونستن سمت راست و دونستن سمت چپ اصلا چه فایده‌ای به حال ما داره؟ ببینید کیت های کاراکتر و اون عواملی که باعث میشه دمیج کاراکتر شما بالا پایین بشه مستقیما به این دو عامل بستگی داره. یعنی یا کاراکتر شما توی سمت چپ فرمولش نقطه ضعف داره که شما باید برطرف بکنید تا کاراکتر شما دمیجش بالا بره، یا کاراکتر شما سمت راست فرمولتون مشکل داره که شما باید برطرف بکنید تا حالا دمیج اون کاراکتر شما بالا بره. ببینید اگه کاراکتر شما روی دمیج پایه مشکل داره یا همون سمت چپ، یعنی یه چیزایی مثل اتک، یه چیزایی مثل مکس اچ پی، یه چیزایی مثل بیس دیفنس و اینجور چیزا و کلا روی اسکیلینگ اینا مشکل داره، برطرف کردن سمت چپ خب خیلی راحت تر از سمت راسته. شما مثلا اگه کاراکتر شما اتک اسکیلر، شما میتونید راحت یه بنس ببرید و کل مشکل شما حل بشه و دمیج شما خیلی فوق العاده بالا بره. اما اگه کاراکتر شما سمت راست مشکل داره، مثلا مثل کاراکتر مثل ساینو، یعنی داخل کیتش سمت چپ خیلی قوی داره ولی سمت راست آنچنان دمیج بونس خیلی زیادی توی کیتش نداره که بتونه اونا رو تبدیل به دمیج بکنه، خب اینجا شما کاراکتر مثل کازوها یا اسلحه های خاصی رو میتونید استفاده بکنید برای اینکه دمیج کاراکتر شما خیلی خیلی بالاتر بره. میگم بسته به کاراکترهای مختلف سمت های چپ و راست
متغیره بین کاراکترها و این شمایید که حالا بسته به کاراکتر باید تشخیص بدید که سمت چپ کاراکتر شما مشکل داره یا سمت راست کاراکتر شما مشکل داره و بتونید یه بالانس خیلی خوبی رو ایجاد بکنید برای اینکه دمیج کاراکتر شما بالاتر بره. خب حالا دمیج بونس فلت چیه؟ ببینید به تمام باف هایی که بر اساس درصد خاصی از یک استات دیگه‌ای گرفته میشن دمیج بونس فلت گفته میشه. خب که معروف ترین اونها باف استکور شن هست که حالا بر اساس اتک کلی شنه گرفته میشه. ببینید کلا توی گنشین اگه بخواد یه کاراکتر یه بافی بده، مثلا بگه باف این کاراکتر فلان درصد مکسش میشه یا فلان درصد اتکشه یا فلان درصد فلانه یا فلان درصد فلان استته یا فلان درصد دفه، به کلی این باف ها میگن دمیج بونس فلت که در واقع توی فرمول در اینجا قرار میگیرن که دارید الان میبینید. و دمیج بونس فلت حقیقتا برای کاراکترهایی که دمیجشون ریستره خیلی تاثیرش بیشتره نسبت به اون کاراکترهایی که دمیجشون یه مقدار گنده تره و خب این ماهیت و خاصیت دمیج بونس فلت. حالا ضریب دیفنس اصلا چیه؟ ببینید ضریب دیفنس یه فرمول درازی داره و یه خود اذیت کننده است، شاید خود اذیت بشید، ولی خب ضریب دیفنس خیلی مهمه که شما بدونید. ضریب دیفنس اینطوری محاسبه میشه: لول کاراکتر به اضافه 100 تقسیم بر ضریب کا لول انمی به اضافه 100 به اضافه لول کاراکتر به اضافه 100. یعنی اینطوریه که شما کلن لول کاراکترتون اینجا تو ضریب دیفنس تأثیر داره و اینکه شما چقدر اختلاف لول بین شما و انمی باشه خیلی مهمه. خود ضریب کا چجوری به دست میاد؟ خود ضریب کا اینطوری به دست میاد که 1 منهای کاهش دف درصدی و ضرب در 1 منهای میزان ایگنور دف. کاراکترهایی مثل رایدن شوگون یا کاراکترهایی مثل یایمیکو تو کانسای 2 و کانسای 6شون یه تلنت هایی دارن که میتونن دف انمی رو ایگنور میکنن یا دف انمی رو کاهش بدن. البته کانس 2 ناهیده که دف انمی رو کاهش میده، کانس 2 رایدن و کانس 2 یا صرفا فقط دف انمی رو ایگنور میکنن به یه درصدی. اونا ضریب تاثیرشون در واقع کاهه که اینجا قرار میگیره و روی انمی هایی که دیفنسشون بالاتره دمیج های خیلی گنده تر و دمیج های خیلی بهتر و نتایج خیلی رضایت بخشتری قطعا به شما میده. اما خب ضریب مقاومت چیه؟ ببینید ضریب مقاومت همون رز مولتیپلایر یا همون کاهش رز یا افزایش رز که طی اون اگر شما فرضاً بیاید یه درصدی از دفع انمی رو کاهش بدید به صورت بازه‌ای داخل فرمول حساب میشه. فرضاً اگه شما بیاید مثلا دارم میگم 10% یا 20% رز انمی رو کم بکنید، 10% در واقع یا 20% همون 20% در واقع میشه 2/10 توی بازه صرف تا 0.75 قرار میگیره و فرمولش اینطوریه. اگه مقاومت کمتر از صفر باشه، یعنی مقاومت اصلا کم نکنید به صورت کلی، مقاومت شما اینطوری حساب میشه. و اگر شما تونستید بیشتر از 75% یا 0.75 مقاومت انمی رو کم بکنید با این فرمول حساب میشه. ببینید ضریب مقاومت به طور کلی توی فرمول خاصیت خیلی زیادی داره و بعضی وقتا حتی ضریب مقاومت و کاهش مقاومت انمی باعث میشه شما به دمیجایی برسید که تا حالا اصلا ندیدید و باعث رضایت خیلی شدید شما بشه. به خاطر همینه که کاراکتری مثل کازوها و کاراکترهای انمو خیلی پاپیولارن و هم متا هم هستن، چون میتونن اون مقاومت انمی مخصوصا توی انمی هایی که خود کل شقن و سرسختن بیاره پایین براتون و کلن انمی رو بکشه پایین و کلن کارهی داریش رو انجام بده. و کاهش مقاومت و ضریب مقاومت و دونستن ضریب مقاومت توی پارتی شما باعث میشه که دمیج های شما واقعا دراماتیکلی تغییر کنه و حتما بهتون پیشنهاد دادم که از اینجور عوامل داخل کیت پارتیتون استفاده کنید. خب رسیدیم دیگه به آخر ویدیو، امیدوارم که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کرده باشین و تا اینجای ویدیو ما رو اومده باشین. مرسی که حالا روزه همو گوش میدین با اینکه سرتون رو درد میارم و به من لطف دارین.
و من تحمل کردیم. نریمان خدا نکشتت نریمان. وقتی از قزوین اومدن دیدن تو همدیگر دیدیم اون موقع جبران میکنم. اون موقع نریمان مارمولکی که رو پای میزنه رو خب تو خونمون دارم نریمان، نشونت میدم. اون موقع میفهمی دنیا دستی کیه. من تو دیس میکنی نریمان. نریمان تو قبر خودت کن نریمان، تموم شد دیگه، نشونت میدم. بچه ها لایک و کامنت سابسکرایب حتما یادتون نره و توی کامنت ها حتما از من حمایت بکنی که نریمان نزنه منو و زورم به نریمان برسه حتما. و کلی دوستتون دارم، محمد گرفولم خودم و ارادتمند شما، کسی که حالا تمام سعیشو میکنه برای شما کانتنت جنریت کنه و حالا در کنار دوست خوبم نریمان تو چنل یوتیوب و البته صابخونه زیباروی آنیتا و البته آقا امیر صدا متافتافین متامنتاپتین متافتامین متافتام، اون همون دارویی که خود آرامش میده. من چی بود اسمش همون بله. در کنار یه تیم خیلی خوب هستیم، کانتنت ها رو براتون جنریت میکنیم. حتما توی کامنت ها و حتما توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید و اون چیزی که حالا حتما نظرتون رو بگید، اون چیزی که شما دوست دارید و اون چیزی که حالا مد نظرتون و اون کانتنتی که شما دوست دارید و ما در اختیارتون قرار بدیم. لطف دارید به همون باعث پیشرفتمونید و ما هم دوستتون داریم. تا ویدئوی دیگه همه شما رو به خالق هفت المت می‌سپارم.